گزارش ارتفاع در المپیک به دو قسمت تقسیم میشه. قبل از المپیک 1968 مکزیکو سیتی و بعد از اون. در روز 20 اکتبر 1968 همه چیز برای تماشاگرای ورزشگاه اصلی المپیک مکزیکو سیتی داشت عادی پیش میرفت تا نوبت پرش به یک دانشجوی مهندسی عمران 21 ساله رسید و اون اینطور پرید. اسم اون مرد دیک فازبری بود و برای همیشه این رشته رو تغییر داد. شاید تماشای این پرش الان برای ما یه چیز عادی باشه، اما در سال 1968 یک حرکت انقلابی به حساب می اومد. اون روز در ورزشگاه المپیک و سیتی این رقابت‌ها برای اولین بار شاهد پرشی بود که بعدها به اسم فازبری شهرت یافت. پرش ارتفاع همیشه و از همون آغاز یکی از ورزش‌های اصلی المپیک بوده. قسمت بلندتر در شعار سریع‌تر، بلندتر و قوی‌تر المپیک اصلاً با همین ورزش معنی می‌گیره. در طول سالهای متمادی تکنیک پریدن مدام عوض شده تا ورزشکارا بتونن ارتفاع بیشتری رو بپرن. ابتدا پرش ایستاده مود و بعد ورزشکارا دورخیز کردن و با دویدن به اوج پرش خودشون رسیدن. بعد تکنیک پا زدن مورد اقبال قرار گرفت و آخر سر هم کار به وسترن رول رسید. هر کدومشون کارایی بهتری از تکنیک قبلی داشتن، ولی هیچ کدومشون پرش فازبری نمی‌شدن. در اواسط دهه 60 در اورگن، دیک فازبری مشغول لذت بردن از تماشای پرش‌های اسطوره‌اش والری برومل. او پشت سر هم رکورد‌ها رو می‌شکست. البته اون زمان فازبری بیشتر به دستش فکر می‌کرد. یکی از دوستانش بهش گفته بود امکان نداره از روی یک صندلی بپره و اونم برای روکم کنی پریده بود، اما دستش شکست. فازبری بعدها یک چیز جدید کشف کرد. اون دانش مهندسیش رو با مقوله پرش ادغام کرد و به یک نکته جدید رسید. اون متوجه شد که با قوس دادن به کمرش میتونه راحت تر بپره و با استفاده از این مرکز ثقل بدون برخورد با میله پرشش رو کامل کنه. اگه انسان بتونه یه قوس خوب ایجاد کنه، این میتونه به عنوان یک مزیت مکانیکی برای استفاده از این تکنیک بهش کمک کنه. ورزشکارا قبل از این با پایی که نزدیکتر به محل پرش بود اقدام به پریدن میکردن. بعدها در هوا اصطلاحاً پا می زدن تا پای دیگرشون هم از روی میله رد بشه. ولی فازبری شیوه دویدن و تکنیک پریدن رو عوض کرد. درست در همون سالی که فوم برای فرود ورزشکارا در نظر گرفته شد و ماسه هم جایگزین خاک اره شد. همه اینها در المپیک 1968 رخ داد. در مکزیکو سیتی فازبری خیلی شناخته شده نبود. خیلی هم علاقه‌ای به تمرین کردن نداشت و بیشتر تنها بود. حتی مراسم افتتاحیه رو از دست داد و ترجیح داد بره پیکنیک. توانایی او بیشتر در سرش بود تا در پاهاش. برای هر پرش خودش رو از لحاظ روحی آماده می‌کرد. انرژی 80 هزار شرکت کننده رو می‌گرفت، به درونش می‌برد و بعد به محل پرش یورش می‌برد. فقط 3 مرد بودن که تونستن ارتفاع 2 متر و 20 سانتی رو ثبت کنن. همه اونها حداقل از گرفتن یه مدال خیالشون راحت بود. اد کاروترس از آمریکا یکی از اونها بود و والنتین گاوریلوف از شوروی نفر دیگه‌ای بود که با فازبری به راند آخر رسیده بود. گاوریلوف نتونست از مانع 2 متر و 22 سانتی متری بگذره و کاروترس هم از ارتفاع 2 متر و 24 سانتی نگذشت. اما فازبری مثل یک قهرمان از ارتفاع 2 متر و 24 سانتی متری هم گذشت. او رکورد جدیدی در تاریخ المپیک ثبت کرد و مدال طلا رو برگردن آورد. فازبری بعد از اون روز در مکزیکو سیتی دیگه در المپیک‌ها شرکت نکرد. ولی بدون شک اسمش برای همیشه در تاریخ این رقابت‌ها باقی می‌ماند. پرش به سبک فازبری در حال حاضر تنها روش ورزشکارا برای پریدن.